در اینجا مایل هستم با اصولا مسلمانان و همچنین مراجع تقلید یا آنچه که بهش میگن آیات اعظام صحبت داشته باشم. ببینید، وقتی نگاه میکنیم به سرچشمه آغاز حکومت اسلامی و روند انتقال قدرت، آن چیزی که مردم رو به خیابونها کشاند وعد وعیدهای دروغین بود و شکل متفاوتی از زندگی که مردم میتونن داشته باشن که در تمام کلیپ ها، در تمام روزنامه های اون دوران و همچنین گفته های خمینی و همراهانش بوده و هست. یعنی دروغهایی به مردم گفتن، دروغهای شاخداری که نه فقط در ایران هیچ زمانی نمیتونست به وقوع پیونده و به حقیقت نزدیک بشه، بلکه در هیچ کشوری در جهان هم نیست که شما ببینید مردمی رو به آب مجانی و برق مجانی و گاز مجانی و اتوبوس مجانی دعوت بکنن و بعد ازشون بخوان که انقلاب بکنن و بعد در رابطه با جو سیاسی و تاریخی صحبت بکنن. خب این یک عوام فریبی بود، اما از اسلحه‌ای با نام مذهب استفاده کردن. اگر روزنامه های اون دوران رو مطالعه بفرمایید میبینید که در صفحات روزنامه حتی قبل از اینکه پادشاه کشور رو ترک بکنه راجع به فاطمه، راجع به علی، راجع به حکومت اسلامی، راجع به بسیاری از مسائل مذهبی صحبت میشد و در یک سال قبل از این توطئه جهانی تمام کسانی که تبعید شده بودند یکی پس از دیگری از این آیات اعظام به قول معروف به ایران بازگشتند. چیزی رو که در طول تمام این سالها در هیئت‌ها، در عزاداری‌ها، در مراسم مذهبی یا شیعه‌گری به مردم انتقال داده می‌شد، دو تا مطلب در رابطه با بزرگان شیعه است. یکی در رابطه با علی، یکی در رابطه با حسین. در رابطه با رفتاری که علی داشته نسبت به بینوایان، فقرا، مردم و غیره، صحبت‌های فراوانی انجام شده. و همچنین در رابطه با حسین، رشادتی که حسین داشته و از همین رو از باورهای مذهبی مردم استفاده میشه که مردم رو بیارن تو خیابونها در مراسم مذهبی و در سرشون بکوبن و یادی از حسین و شجاعت حسین، دلاوری حسین بزنن و بکنن. خب تا اینجاشو داشته باشید. سوالی که من از آیات اعظام، از مراجع تقلید، از روحانیون داشته و دارم همیشه در ذهن من بوده: آیا این حکومت، این حاکمیت اسلامی هست یا نیست؟ این یک آره و نه بهش بگن، چون ما باید اینجا خطها رو مشخص بکنیم، به خاطر اینکه مردم میخوان بیان و این حاکمیت رو کنار بزنن و حاکمیت مردمی رو پایه‌گذاری بکنن. احتیاج به همه داریم، چه کسی که اعتقادات مذهبی داره، چه کسی که اعتقادات مذهبی نداره. من بارها خدمتتون عرض کردم که انقلاب دموکراتیک ملت ایران بر پایه حقوق انسانی است، یعنی میخواد بره حقوق انسانی رو پایه‌گذاری بکنه. در یک کشوری که حقوق انسانی رعایت میشه، فرقی بین فرد مسلمان یا غیر مسلمان، فرقی بین زن و یا مرد، فرقی بین با خدا و بی خدا نیست از لحاظ حقوقی، همه یکسانند. همونطور که به قول شما همه در برابر خدا و پیشگاه خدا یکسان هستند، در برابر قانون و قانون اساسی هم میبایست برابر باشن تا ما بتونیم زندگی داشته باشیم. سوال اینجاست: از دیدگاه شما مراجع تقلید و آیات اعظام و یا روحانیون، این حکومت اسلامی هست یا نیست؟ اگر اسلامی هست، پس مردم شماها رو کنار خواهند زد. چرا؟ دلایل بسنده داریم. این حکومت از روز اول کشته، جنایت آفریده، تجاوز کرده، از دختر 10-12 ساله هم نگذشته، اول بهش تجاوز کرده، خونشو کشیده، کلیاشو در آورده، به فروش رسونده و بعد بدون اجازه پدر و مادر دفنش کرده، زنان رو سنگسار کرده در ملای عام، مردمان رو یکی پس از دیگری به خاطر شرعیات گرفته و آویزون کرده. خب تمام این تصاویر رو دیدیم و به قول معروف همه داکیومنت و یا بایگانی ها موجوده، چه در اینترنت، چه در ایران، چه در سایر کشورها. پس میتونیم
در رابطه با این مسائل به صورت آشکار صحبت بکنیم. صحبت اینجاست، صحبت هایی که شما در طول تمام این مدت با ملت درون کشور انجام دادید، آیا از علی به عنوان امام اول شیعیان چنین تصویری رو برای مردم کشیدید که علی میکشت، دستور تجاوز به دختر رو میداد، دستور غارت کشور رو میداد، دستور میداد که مردمی ثروتمند ولی فقیر نگه داشته بشن، مردمی یک چیزی رو میخوان بیان توی شهرها و خیابانها اجازه ندارن و قلق و غم میشن؟ آیا این تفکر شما نسبت به علی بوده که در طول تمام این مدت به مردم مظلوم تزریق کردید؟ این باید مشخص بشه. در قسمت دیگه میپردازیم به حسین، سالار شهیدان شیعه. آیا کاری که حسین انجام داد از لحاظ شما که در طول تمام این مدت در تمام این سالها تبلیغات شیعگری و اسلامی انجام دادید، آیا حسین متجاوز بود، آدم کش بود، دختران مردم رو میگرفت به زندان ها مینداخت، تو سر دختران مردم میزد، مردم رو فقیر میخواست، ثروت کشور خودش رو برای بیگانگان میخواست؟ چه تصویری از حسین برای مردم کشیدید؟ و آیا این حاکمیت از علی خامنه‌ای تا افراد در مجلس، تا شورای نگهبان، تا دفاتر استصوابی و غیره، تا مجلس خبرگان، تا تمام کسانی که اومدند، چه رفتن چه حضور دارن، اینها علیوار و حسینوار هستند یا نیستند؟ این تفره نباید رفت، مستقیما باید بگید آره یا نه، احتیاج به توضیح نداره، کارنامه تمام اینا مشخص برای ملت. آیا این حاکمیت اسلامی هست یا نیست؟ این رو برای مردم مشخص بکنید در درجه اول، آره یا نه. اگر بگید آره که مردم به صورت مشخص تا کوتاه زمانی شر شماها رو خواهند کند، من اینو مستقیما بهتون بگم، به طور کلی شما از بین خواهید رفت توسط مردم مسلمان. اگر نیستند، در همین ثانیه‌ای که این صدا رو میشنوید میباید بیانیه بدید و به مردم بپیوندید در روز 22 بهمن و از همگان بخواهید که به مردم بپیوندند، این حاکمیت رو سرنگون بکنن و مذهب مردم بره کنار، برای خودش مورد احترام برای مردم باشه و دیگه هیچ حاکم جلاد و شیادی نیاد از باورهای مردم استفاده بکنه، جیب ملت رو بزنه که دختر مردم، زن مردم، بچه مردم، از پیر گرفته تا جوون در فقر مطلق زندگی بکنه به نام اسلام. کشور ما کشور ثروتمندی بوده و هست، ولی با نام اسلام مردم رو نابود کردن. این سوال میباید توسط شما پاسخ داده بشه. باز تکرار میکنم، تفره نرید، هم شما اسلام شناسید و دارید اون رو درس میدید، هم مردم حاکمیت اسلامی رو شناختند همون مقدار که شما اسلام رو شناسوندید و میشناسید و به قول معروف تحصیلات عالیه دارید در رابطه با اسلام، مردم به همین مقدار این حاکمیت رو شناختن. پس هر کسی شناخت خودش رو داره. اینجا فقط یک چیز هست که باید مشخص بشه، آیا این حکومت اسلامی هست؟ شما تمام کارهایی رو که اینها انجام دادن، جنایات که انجام دادن و کماکان انجام میدن و به عنوان احکام اسلامی، حکومت اسلامی، قوانین شریعت اسلام و حاکمیت برحق ولایت فقیه میدونید یا نمیدونید؟ اگر میدونید من خدمتتون عرض بکنم، مردم شما رو پاک خواهند کرد، پاک خواهند کرد به زودی، همین مردم مسلمان. اگر نمیدونید، از همین ثانیه میبایست بیانیه بدید و از همه بخواید که کف خیابون ها باشن. زمان زمان تصمیم گیری است، زمان زمان برپا خواستنه. شما اگر در طول تمام این سالها حسین رو تبلیغ کردید، رشادتش رو تبلیغ کردید، آیا فقط برای پلوخوری و چلوخوری بوده در هیئت ها که یک عده‌ای رو بیایید اونجا و این
شیعه‌گری رو زنده نگه دارید و بعد از اینکه از اونجا میایین بیرون هیچ کاری نکنید در رابطه با فقرا؟ غیر ممکن هست که شما فقر رو درون جامعه، فحشا رو، اعتیاد رو، جنایت و تجاوز و بیبندوباری و اختلاس و این مسائل رو ندیده باشید. چگونه است اگر یک پرنده کشته میشد در 50 سال پیش در نظام پهلوی، همه متوجه میشدن، بیانیه میدادن، فراخوان میدادن که یک پرنده در آسمان کشته شد. اما تا به امروز میلیون ها ایرانی مورد زجر و شکنجه قرار گرفتند، میلیون ها ایرانی فرار کردند، میلیون ها ایرانی کشته شدند، مورد تجاوز قرار گرفتند و آب از آب تکون نخورده و شما اینها رو نادیده گرفتید. یک جا باید این تصویر برای مردم مشخص بشه و من دارم اینو خدمتتون عرض میکنم. در این لحظه تاریخی که از تاریخ کشورمون داریم عبور میکنیم، اگر بر پایه آنچه که به مردم تعلیم دادید هستید، میباید فراخوان بدید در کنار مردم قرار بگیرید. هم امروز همین ثانیه تکلیفتون رو حسینوار و علیوار مشخص کنید. در غیر این صورت مردم شما رو پاک خواهند کرد. میدونید چرا؟ به دلیل اینکه طبق همون چیزهایی رو که شما به مردم یاد دادید، مردم تصاویر متفاوتی از علی و حسین در ذهنشون هست و بر پایه همان باور به خیابان‌ها خواهند اومد و حسینوار جلوی کسانی که مذهبشون رو به کثافت کشیدن خواهند ایستاد تا پای جان. به همین خاطر هست که دارم خدمتتون عرض میکنم، من شما رو در جریان حرکت‌های حتی مردم مسلمان دارم قرار میدم که اونها به این نتیجه رسیدند که حاکمیتی که درون کشور هست از اسلام اینها، از باورهای مذهبی اینها، از خدا و پیغمبر و امامان شیعه استفاده کردن برای زدن جیب ملت و تمام این اختلاسگران رو دستشون رو باز گذاشتن که بچاپن و این مردم حتی برای خواست پول خود، سرمایه خود هیچ کاری نمیتونن بکنن. مردم به این نتیجه رسیدن دست حاکمان اسلامی، از مجلسش، از نمایندگان پوشالی و توخالیش تا کسانی که در وزارت اطلاعات، مجلس خبرگان و دفاتر استصوابی و دفاتر ولایت فقیه، اصلا دست تمام اینها، از سران سپاه، از سران بسیج، از سران ارتش، دست ملت، دست اینها برای ملت رو شده است. شما هستید که میبایست برای امروز و نجات فردای خودتون تصمیم بگیرید. فرصت آنچنان ندارید. این گونه خدمتتون عرض بکنم. تکلیفتون رو با تاریخ، با مردم، با این جهان میبایست در این لحظه مشخص بکنید. اگر آنچه را که بهش گفتید حقیقت داشته و داره، میخواهید روحانی باقی بمانید. در غیر این صورت آخوند خطاب خواهید شد. فرق آخوند و روحانی را برای مردم توضیح دادم. روحانی کسی است که برای آنچه که در تصورش هست، اعتقاداتش، با مردم صحبت میکنه و مردم رو در تعیین سرنوشت خودشون تنها میگذاره و حاکم بر سرنوشت مردمش نبوده، نیست و نخواهد بود. اما آخوند کسیه که از باورهای مذهبی مردم استفاده میکنه، از اعتقادات مذهبی مردم استفاده میکنه و اونها رو برای منافع خودش مورد استفاده و سوء استفاده قرار میده، در رأس قرار میگیره و میشه ولایت فقیه و میخواد حاکم بر سرنوشت ملل باشه. فرق نمیکنه که در این کشور و یا سایر کشورهای دیگه، فرق نمیکنه دیگه، حتی ما داریم در رابطه با اسلام صحبت میکنیم یا مذاهب دیگه، آخوند آخونده. این آخوندها میباید هرچه سریعتر پاک شند. اگر شما به عنوان یک روحانی میخوای باقی بمونی، میباید به مردم بپیوندی.